میدونستین که تحریک حس چشایی بچه ها میتونه به تقویت هوش بچه ها کمک بکنه که روش های مختلفی داره برای بچه های گروه سنی مختلف. ما میتونیم به شیوه متفاوتی حس چشاییشون رو تحریک بکنیم و باعث بشیم که هوش بچه ها تقویت بشه. حس چشایی در واقع کمک میکنه به اون حس کنجکاوی بچه ها که بتونه اون محیط پیرامونش رو بررسی بکنه و یه ارتباط تنگ و تنگی با اون حس بویایی بچه ها داره. حس چشایی از همون دوران بارداری شروع به تشکیل شدن میکنه و در واقع جنین هر گونه مواد غذایی که مادر میخوره رو میتونه از طریق مایع آمنیوتیک متوجه بشه، یعنی در واقع مزه و ماده غذایی رو متوجه میشه. در واقع حس چشایی کمک میکنه که بچه ها بتونن اون مواد غذایی با طعم‌های مختلف رو تجربه بکنن و در نهایت مثلا اون ماده غذایی مورد علاقه‌شون رو پیدا بکنن. بنابراین توصیه میشه که قبل از یک سالگی تنوع مواد غذایی که به بچه ها میدیم بیشتر باشه تا طعم‌های متفاوت بیشتری رو تجربه بکنن که در واقع بچه خوش غذاتر بشه، یعنی تمایل داشته باشه به خوردن بیشتر مواد غذایی. برای تقویت حس چشایی باید چیکار بکنیم؟ از همون سن 6 ماهگی به بعد که غذای کمکی رو شروع میکنید، شما میتونید کودک رو با طعم‌های مختلف آشنا بکنید. تا زیر 2 سالگی در واقع شما با دادن مواد غذایی، نوشیدنی‌ها با طعم‌های مختلف که در واقع هم تلخی رو تجربه بکنه، هم شیرینی، شوری و ترشی، در واقع این 4 تا مزه اصلی رو تو غذاهای مختلف کودک باید تجربه بکنه. تو بچه هایی که بزرگتر هستن، مثلا بالای 2 سال هستن، میتونیم بهشون بگیم که چشمشون رو ببندن و یک ماده غذایی رو مثلا میذارین تو دهنشون، بهشون میگین که توصیف بکن که الان چه نوع ماده غذایی، چه مزه‌ای داره، حدس بزن اسم ماده غذایی رو و توصیف بکنه که چه مزه‌ای میده. و کار دیگه که باز میتونیم بکنیم اینه که حالا مواد غذایی مختلف، حالا میتونه میوه باشه، سبزی باشه، غذاهای مختلف باشه یا مغزیجات باشه، کلا اینها رو مواد غذای مختلف رو به کودک میدین، یا اگر نداری میتونی از عکساشون استفاده بکنی و به کودک بگی که بر حسب اینکه مزه ها یا طعم های تقریبا یک سالی دارن رو دسته‌بندی بکنه و تو یک دسته قرار بده. پس برای تقویت حس چشایی بچه ها که در واقع به تقویت سلول های هوشی بچه ها کمک میکنه و همچنین میتونه کمک بکنه که کودکتون در آینده خوش غذا بشه، اینه که از همون 6 ماهگی شما غذا با طعم‌های مختلف رو به کودک بدید و اینکه مصرف نمک و شکر رو هم کم بکنید. اصلا به کودکی که زیر 1 سال هستش نمک و شکر رو نباید بدیم، بالای 1 سال هم به میزان خیلی محدود، ولی در واقع میتونیم به جای شکر در واقع از غذاهایی که شیرین کننده های طبیعی دارن یا میوه‌هایی که به طور طبیعی شیرین هستن استفاده بکنید و اینجوری کودک با طعم‌های مختلف میتونه آشنا بشه. پس هرچه تنوع مواد غذایی که به کودک معرفی میشه به خصوص زیر 1 سال بیشتر بشه، کمک میکنه که سلول‌های چشاییش بیشتر تحریک بشن و تمایلش برای خوردن غذا با طعم‌های مختلف هم بیشتر میشه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. اگر این ویدیو رو دوست داشتین استفاده کردین، حتما لایک بکنید و اگر با سوالی هم دارین میتونید تو قسمت کامنت ازم بپرسید.